سلام به دوستای گلم و مثل همیشه به پیجمون خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم در مورد باشگاه ورزشی حرف بزنیم. تا قبل از کرونا تنها حرکت ورزشی که میکردیم این بود که بریم عضو بشیم توی این باشگاه ورزشی و پول ماهانه شون رو بدیم. بعد آخر ماه که پولشون رو برمی‌داشتن میگفتیم خدا رو شکر. بره خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر که دینمون رو ادا کردیم به ورزش و سلامتی، ولی دریغ از این که بریم باشگاه. اوج حرکت ورزشی منم این مدت این بود که براتون امروز مردی تیپ باشگاه زد که بذار چه باشگاه صحبت کنه. ببین منو جالبش اینه که با این همه ایراد هرچی میشه بد میاد. حالا ایراد که تو هم حسادت نکنه نه. این گذشت تا اینکه کرونا اومد. حالا وقتی که کرونا اومد همه کارا خطرناکه و نمیشه باشگاه و این چیزا رفت و دلمون شور میزنه، هممون دم در باشگاه وایسادیم میگیم کی باز میشه، من چیکار کنم، این پف داره میخوابه. داستان از کجا اوج گرفت و شروع شد؟ از یه عکسی که کلا تو اینستاگرام اومد، هم فارسیش هم انگلیسیش پخش میشد همه جا. همم گذاشتن تو صفحه‌هاشون که گفته بود هر حرکتی چه شماره ریسک خطری داره، آیا خطرناکه یا بی‌خطره. بعد همه میذاشتن میگفتن ای وای چقدر کارام خطرناک بود. یکی از این کارهای خطرناکشون هم باشگاه بود. بعد همه شروع کردن خطرناکه چیکار کنیم. اما ما که ولکن معامله نیستیم، رفتیم تتوی آخر این قضیه این عکس رو در آوردیم. داستان از اینجا شروع شد که در ایالت تگزاس، تگزاس مدیکال اسوسییشن یک کمیسیون تیم پزشکی تشکیل دادن برای مبارزه با کووید 19. در این کمیسیون با کمک تیم پزشکی برای یک سری حرکات یک سری شماره از 1 تا 10 داده شد که ریسک خطر هر کدوم چیه، اینو پخش کردن. اما آیا پشت اون تحقیقی هست که واقعا این عددا رو تایید میکنه؟ نه. اما نتیجه گیریشون این بود که یک سری حرکات بنا به نزدیک بودن و خطرناک بودن اونها میتونیم بهشون یه شماره هایی رو بدیم. اما مهم اینه که ما این نتیجه رو بگیریم. هر حرکتی میتونه اگر رعایت فاصله اجتماعی نشه و بیش از حد نزدیک به هم باشیم یا تو جمع شلوغی باشیم ما رو در خطر بذاره. حالا میخواد بنا به این از شمارهش 1 باشه یا 10 باشه، فرقی نمیکنه. یکی از اون چیزا در مورد باشگاه ورزشی بود که مفصل بهش پرداختیم. رفتیم تمام گایدلاین‌های مختلف و کلاً شخ زدیم و زیر رو کردیم، از CDC گرفته، WHO گرفته، وزارت بهداشت کالیفرنیا، تنسی، ویسکانسن و جاهای دیگر رو کلاً زیر رو کردیم که اطلاعات این ویدیو رو در بیاره. حالا میتونیم دسته‌بندی باشگاه‌ها رو اینجوری بکنیم که یه دسته کار هستش که باشگاه‌ها و پرسنل باشگاه باید انجام بدن، یه سری کارا هم من به عنوان مشتری وقتی میخوام برم این پف رو بسازم باید انجام بدم. قسمت اول میریم سراغ کارهایی که باید محیط باشگاه انجام بده که منو در امان بذاره. اولین چیز تعیین ظرفیت جدید باشگاه هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید باشگاه فرض بر این بذاره اگر تمام افراد بیان و این فاصله 2 متری و 6 فیتی رو از همدیگه رعایت بکنن، چند نفر میتونن اونجا باشن همزمان که این فاصله حفظ بشه. پس ظرفیت مثل ظرفیت سابق نمیشه باشه. یکی دیگه از چیزاش دادن سانس های ورزشیه. کلا نمیشه در جیم رو باز بذاریم بگیم هر کی میخواد بیا تو اینا ورزش بکنه هر چند ساعت که میخواد. نه، برای این که تعداد افراد بتونن بیان و این ظرفیت حفظ بشه باید سانس های مختلفی داده بشه که قبل از اون افراد وقت بگیرن و سر سانس خودشون بیان. یکی از نکات مهم اینه که سانس مشخصی باید برای افرادی که ریسک بالاتری دارن، افراد بالای 65 سال و و و اینا، باید یه سانس مشخص و جدایی از افراد دیگه ای داشته باشن. برای همین خیلی مهمه که ما باید حواسمون باشه سانسا رو جوری به افراد بدیم که بین افراد هم ما وقت داشته باشیم کامل تمیز کنیم و زود دورفونی کنیم تا سانس بعدی بیاد، همینجوری پشت هم وقت نده. بعد از اون میریم سراغ چیدمان داخل باشگاه، تمیز کردن کلن دائم دستگاه ها. کلن باشگاه ها که دیدیم وقتی ما میریم جف میگیرتمون، وقتی ورزش میکنیم یه پفوفی هم میکنیم، همین جوری داریم آلودگی رو پخش میکنیم، عرقامون هم میریزه. کلن باشگاه کار تمیز کردنشون سخت بود، اما الان سخت‌تر میشه به خاطر اینکه باید بیش از حد سابق تمیز بکنن. میشه از وایتکس استفاده بشه که رقیق شده باشه. یعنی چی؟ یعنی 5 قاشق غذاخوری تو 1 گالن آب، یا از مواد الکلی استفاده شه که بالای 70% الکل داشته باشن. برای سطح تمیز کردن سطح زمین هم گفتن از این جارو دستی‌ها که
میکشیم استفاده نشه، از دستگاه وکیومی استفاده بشه که فیلترهای مشخصی دارن که بمیکه و این آشغالا رو ببره تو. در مورد رخکن‌ها یه نکته خیلی مهمی که هست، رخکن‌ها کلاً باید فاصله گذاری بشه که افراد همینجوری بغل به بغل و لب به لب همدیگه تو کمدای همدیگه نباشن، یه حد فاصله رعایت بشه. حموم هم اگر حمومایی هستش که هر کی میتونه حموم خوش داشته باشه میشه استفاده بشه، ولی بعضی باشگاه‌ها که حمومای عمومی دارن توصیه میشه که جمع بشه. یکی از نکات خیلی مهم توی این حموما استفاده کردن از در این صابون‌ها و شامپوهایی که اینجور باید فشارم بدی همیشه این دستت هم لاش میمونه زخم میشه. توصیه میشه که اینجور وسایل که دائم با دست در تماسه از نوع الکتریکیش استفاده بشه که بگیری بریزه روش. تا داریم در جبه این چیزها حرف میزنیم، یکی از چیزایی هم که همه تو باشگاه میریم سراغش این دستگاه های آبخوریه که باید فشار بدیم آب بیاد. توصیه میشه اگر امکانش هست از دستگاه الکتریکی استفاده بشه که معمولا نریم همینجوری دهنمونو بکنیم توش دستمونو بهش بزنیم. یکی از چیزایی که خیلی تو باشگاه اتفاق میفته، تا داری دستگاه رو میزنی طرف میاد میگه که اشتباه میزنی برادر من، بذار بهت نشون بدم، بعد میاد لب به لبت بهت نشون میده آقا بذار اشتباه بزنه، برو فاصله رو حفظ کن برادر من. نکته بعدی جمع کردن قسمت های عمومی هستش، مثلا جایگاه های نشیمن، مثلا تلویزیون، مثلا قسمت بازی کردن با شطرنج، این جور جاها رو باید جمع کرد. فقط برو ورزش کن، برو خونه، حالا رفت اونجا شطرنج بازی کنی. یکی از چیزهای خیلی مهم تصفیه هوای محیط هستش که باید ونتیلیشن یا هوای مناسبی بیاد که کلا پنجره و درها باز بشه، دستگاه های ونتیلیشن یا تصفیه هوا گذاشته بشه که هوا کاملا در چرخش باشه. یه وقتی ما میریم برای ورزش‌های گروهی، ورزش‌های گروهی کلن براش توصیه میشه که باید حد فاصله کاملا رعایت بشه و مهمتر از همه محیط هواش بچرخه و تمیز باشه، و اگر میتونیم مانع یا موانعی بین افراد بذاریم که جلوگیری بکن از پخش این آلودگی اونها، خیلی هم بهتر میشه. نکته بعدی میشه در مورد پرسنلی که اونجا کار میکنن، افرادی که اونجا دارن کار میکنن باید هر روز دمای بدنشون چک بشه. اگر افراد علائم مریضی رو دارن یا احتمالاً فکر میکنن که مریضن، توصیه میشه خونه بمونن. افرادی که در اون منطقه هستن باید کامل در طول روز اونجا که کار میکنن ماسک بزنن، این کاملا توصیه شده، و مهمتر از اون برای دستاشون یا باید به صورت دائم بشورن یا دائما ضد عفونی بکنن، و مهمتر از همه مربی های عزیزی که دارن کار میکنن باید حواسشون باشه این فاصله اجتماعی رو حفظ بکنن، و در ضمن در کل مدت میدونم میخواین داد بزنیم بگیم تو میتونی، و ما باید ماسک رو صورتت بذاری بعد داد بزنی. خب حالا میریم سراغ منی که به عنوان مشتری باید برم. اول از همه باید حواسم باشه وقت بگیرم سر سانس مشخص در یک تایم مشخص، تقریبا حدود یک ساعت برم و بیشتر از اون در باشگاه نمونم. قبل از ورودم دمای بدنم گرفته بشه، و اگر علائم مریضی رو دارم باشگاه رو ول کنم، نزنم ملت رو کلن به کشتم بدم، بمونم خونه. اگر رفتیم در هنگام ورود و بعد از خروج باید دستمون رو همیشه تمیز کنیم و ضد عفونی بکنیم. وقتی میریم در داخل باشگاه اولین قسمتی که میریم رخکنه، حد فاصلمون رو با افراد دیگه توی رخکن حفظ کنیم. بعد یه سری کارا هم که کلاً لازم نیست، مثلا ریشو بزنیم، موار مردی رو فوکل بدیم، شونه بکنیم، این کارهایی که لازم نیست و زیاد وقت نگذرونیم توی رخکن، لباسمون عوض کنیم، سریعاً بیایم بیرون، به خاطر اینکه تردد تو رخکن معمولاً زیاده. وقتی می‌خوایم بریم سراغ دستگاه‌ها خیلی باید حواسمون باشه در این حال توصیه شده از یک دستگاه استفاده بکنیم. دیدی کلن وقتی طرف میره 7-8 دستگاه رو میگیره، یه حوله هم میذاره رو هر کدوم، مارک میکنه اینا رو که اینا مال منه، اینا تنظیم شده، وزنای من، دست بهش نزن. نه، الان باید یه دستگاه رو برید تموم بکنی بعد بری سر اونای دیگه. مهمتر از همه قبل و بعد از استفاده خودت باید دستگاه رو تمیز بکنی و ضد عفونی بکنی که شخص بعدی میاد کلا نه عرق شما رو داشته باشه نه این آلودگی شما رو، و در این حال ورزش کردن باید حواس به فاصله اجتماعی باشه. خب در مورد زدن ماسک توی باشگاه‌ها که خیلی سوال میشه داستانش چیه؟ WHO اومد به صورت رسمی این عکس رو گذاشت که توی این عکس اومد اعلام کرد که به دلیل اینکه هنگام ورزش کردن میتونه ماسک شما خیس بشه، و این خیس شدن هم میتونه جلوی تنفس راحت شما رو بگیره و هم میتونه باعث آلوده شدن اون بشه که بیشتر میکروب‌ها رو به خودش جذب کنه و خطرناک باشه، کلاً توصیه نمیشه.
از اون ور دیگه هم یه سری تحقیقات و مقاله های اومد از طرف انجمنای مختلف ورزشی که نشون داده شد که اگر ماسک زده بشه میتونه تاثیر به ضربان قلب ما بذاره توی ورزش کردن بلند مدت. از طرف دیگه توی توصیه ها و تبصره هایی که به باشگاه ها داده شد برای باز شدن اونها، هیچ حرفی برای زدن ماسک به صورت مستقیم برای مشتری ها اعلام نشده. چرا؟ چون یه زد و نقیز اینجا وجود داره که میگن بذاریم روی ترازو. از یه ور میدونیم ماسک زدن جلوی بزاق آلوده رو میگیره و جلوی پخش این مریضی، از یه ور دیگه میدونیم مشکلات تنفسی میتونه ایجاد کنه، میتونیم آلودگی بیشتری برای شخص به وجود بیاره چون خیسه، و از یه ور دیگه تاثیر به ورزشمون بذاره. برای همین زد و نقیض روی ماسک خیلی زیاده. تا به امروز رسمی ترین حرف حرف WHO بود که گفتش برای ورزش لازم نیست ماسک بزنین، اما این ثانیه به ثانیه میتونه عوض بشه. سراغ استخرها رو میشه استفاده کرد؟ بله، در حدی که باید حواسمون باشه هم باشگاه باید یه سه اصولی رو رعایت بکنه برای ضد عفونی کردن و مقدار کلر مشخص توی آب که توی این گایدلاین های درمانی اومده، و در ضمن محیط رو باید کاملا تمیز نگه داره و غریق نجات و افراد باید حواسشون باشن که افراد حد فاصله از همدیگه رعایت نگه دارن، همینجوری لب لب به همدیگه نباشن توی آب. منیم که به عنوان مشتری دارم توی اینجا شنا میکنم، باید حواسم باشه رعایت حد فاصله ما همیشه داشته باشم. گفته میشه اگر تف کنم تو آب، اگر فلان کنم، این آب کلن باید تصفیه بشه. اگر اینجوری تصفیه نمیشه، تا الان هر موقع میرفتیم استخر باید هر درد بی درمانی بود که میگرفتیم. توصیه میشه که شخص حوله و وسیله شخصی خودشو با خودش بیاره و حوله از باشگاه استفاده نشه. اما اگر باشگاه یا سالن ورزشی یا استخر میخواد حوله خودشو به افراد بده، توصیه میشه که افراد بعد از استفاده کردن از حوله باید اونا رو در کیسه‌های دربسته مشخصی بذارن و بدن برای تمیز کردن، ضد عفونی کردن و شستن. شستن اونا هم باید توی دمای 160 درجه فارنهایت برای 25 دقیقه باشه و کاملا داغ و خشک بیاد بیرون و توی جعبه‌های تمیزی نگهداری بشه که همینجور آلودگی روش نشینه. اما در مورد سوناها، چه سونای خوش چه سونای بخار و جکوزی ها، کلن توصیه شده که تعطیل باشه تا اطلاع ثانوی، چون هم حد فاصله توش رعایت نمیشه و هم این که میتونه مریضی راحت انتقال پیدا بکنه. برای همین توصیه شده اینا بسته باشه. و آخرین چیز، کلن چیزی که ما همش به خاطرش میریم باشگاه، قسمت غذاخوریشه که کلن اون سالاد و با سیب زمینی بزنیم یا یه هویج بستنی. توصیه میشه که این قسمت ها باید پروتکل های همون رستوران ها رو تو این شرایط کووید رعایت بکنن و ترجیحاً غذاهایی رو بدن بیرون بر، و اینکه افراد نشینن اونجا استفاده بکنن و رعایت حد فاصله شون بشه و پروتکل های مشخص برای تهیه غذا رو افرادی که در آشپزخونه هستن رعایت بکنن. هرچند ورزش کردن همیشه توصیه میشه و خوبه، اما توی این شرایط هر استان و بلکه هر منطقه از هر استان باید ببینه شرایط اون منطقه چجوریه و بنا به امن بودن و تعداد کیس های اونجا توصیه بشه که آیا اصلا لازم هست باشگاه ها که جزء کارهای غیر ضروری حساب میشن الان اصلا باز باشن یا نه. اینا رو همه رو گفتیم، یادمون باشه همیشه ما میگیم با سلامتیمون مهربون باشیم. تو این شرایط مهربون بودن یعنی اینکه خودخواه نباشیم، به خاطر زیبایی و سلامت بودن خودمون بزنیم دیگرانم نابود بکنیم و به خطر بندازیم. مرسی از دکتر عالی عزیز، مرسی از دکتر بلر عزیز که کلا به من کمک کردن که کل این گایدلاین ها رو با هم ریویو کنیم تا این ویدیو رو بسازیم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشتین. تا ویدیو دیگه، دم همتون گرم.